سلام به همگی، جلسه شماره 12 بلک نات هست. امروز 12 جولای، یک شنبه 12 جولای، احتمالا 22 تیر یه چیز توی این ماه هست، نمیم چند دومه تیر قاعدت هم باید بدونم. امروز چرا نمیدونم چند دومه. 21 تیر، آره یک شنبه 21 تیر هست. امروز میخوام در مورد ریسورس منیجمنت و ریسورس منیجرمون صحبت کنم. یه کمی شاید امیدوارم به ریسورس لودینگ هم برسیم، ولی خب یا ریسورس کامپایلرمون. به هر حال اول از همه یه تایپو من دارم یه جاهایی. ایز اینجا باید باشه، یه نفر تو کامنت های یوتیوب نوشته بود فکر میکنم. ایز امپتی اری، ایز امپتی برم برم برم. خب دیگه فعلا که تایپ ندارم. یه چیزی هم اینجا تو استرینگ یوتیل من نوشتم اکسپلیسیت اینستانشیشنز. حالا یه این کامنت رو اضافه کردم فقط برای اینکه توضیح بدم. یه کار دیگه هم که میخوام بکنم اینه که توی این ماکرو HPP بزنم اسم کوتاه‌تری برای این میتونم پیدا کنم. نه اسمشو بذارم بیکی دیبیجی دیبا کی به کیه دی بی جی پی که بی معنی باشه که یکی چک کنه ببینه داره چی کار میکنه، اینجوری بهتر. بی کی ان تی دیباگ الوک پارامز یو دی. خب حالا بریم اون جاهایی که از اون استفاده کردیم عوضش کنیم، اینو بذاریم تو مین فکر میکنم. بذاری سرچ گلوبال بکنم. allocator definitionش allocator cpp اوکی. اینو باید چک بکنم ببینم چیه. توی clear نه اوکی، همینی که هست بذار باشه. اسم داخلیش رو بذار عوض نکن. بقیهش تو اونجا که من میبینم همش توی main. خب تای مدیدی داشت من اذیت میکرد. اوکی خب خورده ریز بذار ببینم. کار خورده ریز دیگه ندارم. نان کپیبل و نان موویبل رو نوشتم. مین مکس مه از فانکشن اینجا بنویسم، فانکشن به در بخوریه. یه فانکشن تمپلیتی میخوام بنویسم به اسم این. این اسمش کمی بده ولی خوب خیلی کوتاه دیگه. این کارو میکنه. این که یه ولیوی میگیره، ولیو یه ستی هم از دیتا از یه convenience functionه برای اینکه یه عالمه مقایسه ننویسم. یه ستی میگیره و یعنی چند تا تعداد میگیره. مثلا میگم که آیا x بین 2 7 و 11 هست یا نه، یعنی 2 یا 7 یا 11 یا نه، و اینو با variadic template مینویسم. به صورت یه variadic template در واقع مینویسمش. type name types یه تایپ نیم تی هم میخواهیم. این کامل نیست هنوز، باید تغییرش بدم ولی خب. و ولیوم میشه تی کانست ریف وی
و types constref سنخت s s s خب set members. کاری که در تئوری باید بکنیم اینه که تی رو وی رو با همه اونا مقایسه کنیم و برگردونیم، ولی variadic تمپلت ها اینجوری کار نمی کنن. معمولا باید حداقل تو لایه دیفینیشن باید ریکرسیو باشه. حالا بذارید بنویسم بعد در مورد امپلیمنتیشنش توضیح میدم. اول یه اسپیشال کیس من مینویسم، تمپلت تایپ نیم تی pull in t constref v special case هم اینه که اگر هیچ ستی نداده بودم، یعنی هیچ value نداده بودم، false برگرد return con false. حالا هر وقت یکی یا بیشتر value بدم، کاری که باید بکنم اینه که v رو با اولین value که دادم مقایسه کنم، با اولین member set هم مقایسه کنم، اگه اون بود همونجا true برگردونم، اگر نبود باز با بقیه مقایسه کنم، خود function این رو فراخوانی کنم. در پس کاری که اینجا میکنم اینه که تایپ نیم تایپ 0 تایپ نیم تایپ رست، این هم ست رست، اینجا هم تایپ تایپس رست type 0 constref set self set member self. حالا میگم که return con v مساویه set member صفر اگر بود true، وگرنه این v و set stood forward چود نمو استفاده کنم set rest. آره دیگه بیو set rest، فقط چون دارم اکسپندش میکنم باید اینم بذارم. در واقع کاری که من دارم میکنم اینه که اینو همیشه وسط زندگی من میاد بالا. خب این اتفاقی که اینجا داره میفته اینه که همونطور که فکر میکنم قبلا هم گفتم، این سینتکس variadic پارامتری که به تمپلت پاس میدیم، حالا هرچی اون اسمش هرچی هست تو فارسی، این اینجوریه که این با صفر یا بیشتر تایپ آیدین به من ملحق شد، یه اتفاق عجیب افتاد این وسط، ضبط قطع شد، فلان شد، داشتم توضیح میدادم که این فانکشن این رو نوشتم آی ان، الان استفادهش رو میبینیم، بعد تو جزئیاتش شاید بیشتر توضیح بدم. BKN to report میکنم int black knot in چی؟ مثلا 42 این صفر رو میتونم اینجوری هم بنویسم، هر چیزی که قابل مقایسه باشه بزن اینجوری بنویسم. صفر آیا عضو 42 و 0 و 13 هست یا نه؟ درسته؟ 1 و بزن اینجوری بنویسم
بزنین اول کار میکنه بعد من سعی کنم توضیح بدم. خب کامپایل شد. جوابمون باید true false و true باشه دیگه، یعنی یک صفر یک صفر یک. اون تست الوکیتور رو من اینجا بردارم. من میتونم اینجا یه عالم عنصر دیگه هم اضافه کنم. 2 3 4 5 6 7 7 هرچی تکراری 7 7 چی کار دارم میکنم؟ صداش هر چند تا میتونه باشه دیگه. جواب فرق نمیکنه. وقتی این کارو میکنم، وقتی میگم این رو با پارامتر 0.42 0 دابل و 13 فراخوانی کن، این تی میشه اینتجر و وی میشه 0، تایپ 0 میشه اینتجر باز و ست ممبر 0 میشه 42، دابل و اینت دابل و اینت میشن این تو، میرن تو این چیزی که مجموعه از تایپ هاست و 0.0 و 13 میان توی این set rest. کاری که تو پیاده سازی میکنیم، میگیم اگر v مساوی 40، اگر 0 مساوی 42 بود true برگردون، وگرنه همین اینو فراخوانی کن با یه سری پارامتر دیگه. دقت کنید که چون این تمپلیتیه، عملا اون اینی که من فراخوانی میکنم، فانکشن اینی که فراخوانی میکنم دفعه بعدی، واقعا همین فانکشن این نیست. برای همین رو نباید بگیم ریکرسیو، چون این خودش رو فراخوانی نمیکنه، هی اینستانشیت میشه دیگه. این اولی که داریم برای چون تایپ هاشون عوض میشه، تعداد پارامتر عوض میشه، انگار یه عالم اورلود جنریت میشه، یعنی اورلودهای مختلف خودش رو داره فراخوانی میکنه. اتفاقی که میفته اینه که یه عالم از این فانکشن این جنریت میشه ها، منتها اینا چون این لاین میشن همشون، احتمالاً کدمون خیلی دوچار بلوت نمیشیم. در قاعدتا اینو خیلی نباید، خیلی استفاده این نداره دیگه. فقط وقتا این از این همچین چیزی میتونیم استفاده کنیم که من کامپایل تایم این ولیو ها و این تعداد اینا و این چیزها رو بدونم. حالا یه جور کانوینینس فقط برای این که آ مساوی به اور، آ مساوی سه اور، آ مساوی دی ننویسیم. یه جور کانوینینس برای اون فقط. همین برنامه و تو زمان لیست بود که هد داشت و تیل هد داشت و بقیه‌اش بود. آره، کارو کدر در واقع. آره اونجوری دارم. آره، کاری که من میکنم دقیقاً کاری که من، چیزی که من میخوام اینه که ببینید اون چیزی که من واقعاً میخوام اینه، اون فانکشنی که من واقعاً میخوام بنویسم، این تایپ صفر رو در واقع من لازم ندارم. چیزی که من میخوام بنویسم یه همچین چیزیه، یه وی بگیرم و یه مجموعه از ولیو ها و ببینم آیا وی تو اون مجموعه از ولیو ها هست یا نه. خب این حالا پیرسازی کاری نداریم، چون پیرسازی اونو همینجوری نمیشه نوشت، پیرسازی یه جوریه. ولی اون اینو نمیتونم پیرسازی کنم. حالا شاید بتونم، ولی خب پیرسازی قشنگ و پرفورمنتی نمیشه، پیرسازی جالبی نمیشه. اینو نمیخوام پیرسازی کنم. برای همین من میگم دو حالت دارم از این فانکشن اینم. یکی وقتی که فقط یه ولیو رو صدا میزنم که این ترمینیتینگ، حالت ترمینیتینگ همه، که حتما فالس برگردون، چون ولیو 42 خالی تو هیچ نیست. وقتی با هیچ مقایسش نکنیم قطعا هیچ گونه از اونم نیست دیگه، تو ست خالی نیست در واقع. طبق اکسیوم آف چویس وقتی ستمون امپتی باشه، از توش نمیتونیم چیزی انتخاب کنیم، نمیتونه اون مساوی باشه با اون چیزی که ما میخوایم. و یه حالت دیگه اینه که یه لیستی داریم، یه مجموعه‌ای داریم، یا یه لیستی دقیقاً داریم که سر و دم داره. سرش یه عنصره و دمش هر چند تا عنصر توش میتونه باشه، شامل صفر هم میشه، یعنی دمش میتونه خالی باشه. و من کاری که میکنم اینه که میگم اگه مساوی سرش بود که کار ما تمومه، اگر مساوی سرش نبود تو دمش حالا بگرد. یعنی انگار با فراخوانی ریکرسیو، حالا بازم میگم فراخوانی ریکرسیو واقعا نیست، ولی یه جورایی ریکرس کردن روی همین فانکشن اینه، اون این حالت جنریک فانکشن اینمون، من دارم هی سر رو جدا میکنم از لیست، میگم که این مساوی سر هست یا نه، حالا تو دومش با سرش رو جدا میکنم، C A A C D D D A R مثلا، اگه لیسپ کادر مثلا یا کدار، البته حالا به هر حال تلفظش دیگه سخت میشه وقتی که اون دی و ای ها زیاد میشه تعدادشون پیاده سازی لیسپ. یه خاصیت خیلی خوبی که اینجور
مقایسه اینجور نوشتنش اینجور پیاده سازیش داره به جای اینکه مثلا من یه وکتور پاس بدم یا یه اینیشیالایزر لیست پاس بدم یا یه همچین چیزی، چون میشه فرض کرد که من میتونم اینو اینجوری هم بنویسم دیگه، مثلا بگم آیا یک جزو یه همچین آرایه توی همچین آرایه هست یا نه. خب یه پیاده سازی دیگه میشه با این پیاده سازی که من نوشتم این کار نمیکنه. یه خاصیت خوبی که اینجور پیاده سازی که من الان کردم داره اینه که من میتونم تایپ های مختلف اینجا بنویسم همونجور که میبینید. من میتونم دابل بذارم این تو، بولین بذارم، فقط کافی اینا قابل مقایسه باشن. فقط تنها انتظاری که من از اینا دارم اینه که آپراتور مساوی رو روشون آره برای این دوتا تایپ اوورلود شده باشه. اگه تایپ ها یکی باشن که خب میشه با هم مقایسهشون کرد قاعدتا، اگه آپراتور مساوی داشته باشن. اگه کی نباشن چیزایی مثل اینتجر و فلوت و دابل اینا باشن بازم میشه مقایسهشون کرد با مساوی. همین حالا یه کار کوچیکی بود که وسط انجام دادیم. خب این کار خوردریز بود. کار اصلی که میخوام روز بکنم فکر کنم قبلا گفتم بریم روی کمی روی ریسورس منیجمنت، ریسورس کامپایلرمون، ریسورس پایپلاینمون صحبت کنیم. حالا ریسورس منیجمنت خیلی احتمالا نمیرسیم، ولی در مورد ریسورس پایپلاینمون میتونیم صحبت کنیم. شاید به لود کردن ایمیج و این چیزا هم شاید برسیم. احتمالا یه سری فایل باید اضافه کنم. کجاست این سیمک لیست هم قاعدتا یه سری فایل باید اضافه کنم. فایل هایی باید اضافه کنم. به من یه دونه همینجوری که SDL رپر میخوام از این لایبرری تو لود کردن ایمیج میخوام استفاده کنم به اسم STB. نمیتونم پیداش کنم. STB Nothings. نه Nothings STB. آره اینو شاید قبلا گفته باشم. یه سری لایبرری های سینگل فایل هن، یه فایل هدر فقط که حالا میگم چجوری استفاده باید بکنیم. و معمولا کداش خیلی های پرفورمنس و اینا نیست که مهم نیست برای ما اون قسمتش. تو فرآیند خیلی های پرفورمنس ازشون استفاده نمی کنیم، توی باتلنکمون، تو کریتیکال پثمون ازش استفاده نمی خواهیم بکنیم. چیزی که لازم داریم حدس من اینه که احتمالا شاید STBH هم به دردمون بخوره، ولی STB Image رو لازم داریم. STB Image Write رو احتمالا لازم داریم اگه بخوایم اسکرین شات چیزی بنویسیم یا بگیریم یا از این حرفا. بعد ترو تایپ رو لازم داریم برای لود کردن فانت و وربیس رو لازم داریم برای لود کردن فایل های وربیس برای صداهامون، موزیکمون، از این چیز. فکر میکنم اینا رو لازم داریم. اگر اشتباه نکنم من آلردی این فایلاشو فایلاشو اینجا گذاشتم. ایمیج ریسایز نمیدونم چرا اینجاست، ولی خب برای شاید برای آره وربیسه چرا نیست. خب بذار فایلاشو بیارم. سورس پکیجز STB گیت پول کنیم اینو. تیم خیلی خوب STBH STB Image Image Resize شاید رایت. این وربیسش شاید فکر کنم الان تو من گول داری، چون وربیسه فایل سیه و ممکنه تو شاخه سورس باشه. ایزی فانتو نه، ایزی فانتو نمیخوام. حالا C++ Black Knot Dep سورس نداریم مثلا اینجا. خب هاشور رایت میکنیم. فکر کنم اینا رو کامیت هم نکردم. اگر بخوایم کامیتشون کنیم اینا رو، من حالا همش فعلا اد میکنم استفاده نمی کنم، ولی عدد STB required
آدرس ریپوزیتوریش کجا بود؟ این STB یه احتمالا یه فایل این شکلی STB مثل این SDL رپر یه STB رپر میخوام حالا نمیم توش چیه و CPPM میخوام STB رپر CPP یه فایل استریم برای استریم هم میخوام بذار اینجا بنویسم بعد هم جداش میکنم استریم بعد ایمیج اسپرایت مثلا حالا انیمیشن و فانت و صدا و اینا هیچی بعد ریسورس کامپایلر میخوام ریسورس میخوام خود ریسورس حالا نمیدونم توش چیه ولی یه چیزی هست دیگه اینا فایل های سورسی که میخوام احتمالا نظیر همه اینا یه هدر هم میخوام درسته image stream که باید بیاد بعد از اسپرایت و این که resource compiler HPP و CPP entry point کلن اپلیکیشن resource compilerمونه به دلیل راحتی استفاده و راحتی منیج کردن من همین executable باینری بازیم رو میشه با یه پارامتر خط فرمان تصمیم گرفتم این کار رو بکنم که با یه پارامتر خط فرمان خاصی وقتی ران میکنی همین اکزیکیوتبل رو تبدیل بشه به ریسورس کامپایلر و کار ریسورس کامپایلر رو بکنه و ریسورس کامپایلر ما هم چیز عجیبی نیست یه برنامه کامند پرامپتیه که یه فایلی رو میخونه و یه برنامه بچه در واقع یه فایلی رو یه فایل ریسورس دسکریپشن رو میخونه که توش نوشتیم مثلا این ایمیج هم میخوام این اسپرایت رو میخوام این اودیو این صدا رو میخوام اون فانت رو میخوام این همه اینا رو بکن توی پک درست کن بذار یه جایی مثلا اینو میخونه این توصیف رو و همه اون فایل ها رو میاره میکنه توی پک میذاره یه جایی اگه لازم باشه مثلا فرمتشون رو پایین بالا کنه و عقب جلو کنه هر چی هر کاری که لازم باشه انجام میده خب فکر کنم اینجا نزدیک من دارن یه ماشین میدزدن خب بذارین رو من پلیسمنتشون رو انجام بدم GHI استریم و اسپرایت جاشون غلطه استریم و اسپرایت استریم اسپرایت بین این دوتا میره اشکال نبه ترتیف الف باست دیگه کاری ندارم خب استریم قبل از استرینگ آره resource cpp و resource compiler cpp اینا احتمالا کنار هم هر جا هستن و pq بارم خب r میاد اینجا stream میاد اینجا sprite میره اینجا و image هم میاد حالا خود فایلش هم باید درست کنیم کلا بد نیست فایلش هم داشته باشیم کجا هم من آه. include black knot template پنج تا بود نه image sprite resource آره نه برای اونو نه شیش تاست یک دو سه چهار پنج شیش دیگه
که چی؟ ریسورس کامپایلر و یه دونم STB رپر. خب سورس بلک نات هفته فکر کنم پیست کردم. اوکی مهم نیست به چه ترتیبی تایپ میکنم، حالا که فکرشو میکنم. استریم ریسورس کامپایلر و STB رپر. خب دوباره کامپایلمون رو انجام بدیم که خروجیشو پروند، یه بار دیگه کامپایل میکنیم که به همون بگه مشکلمون چیه. خب اینجا من فایل ایمیج رو HPP رو اینکلود میکنم و ایمیج HPP رو هم باز میکنم این طرف. اوکی نه؟ آره دیگه چی؟ ایمیج HPP رو بس لازم نیست خیلی باز کنم چون اون بر باز کرد. ریسورس و ریسورس کامپایلر و اسپرایت و STB رپر و استریم. درسته؟ یه بار دیگه. خب استریم، از استریم شروع کنیم نوشتنمونو. برای کاری میکنیم دیگه. من یه اینترفیس برای استریم هم لازم دارم، از اون مشکلاتی که همیشه همش درگیرم. دو تا انتخاب دارم. من یه ابستراکشن برای استریم میخوام، یه چیزی که باش بتونم از فایل بخونم، از حافظه بخونم، از یه آرکایو زیپ شده بخونم، از هر چی، از یه چیزی بتونم بخونم، از نتورک بتونم بخونم. تا حالا بعضی وقت یه استریم دیگه، یه اینپوت استریم یا آوتپوت استریم مثلا داشته باشه یا هر دوش. و این استریمه برای من این ازش یه عالمه کلاس میخوام ارث ببرم. راه عادیش اینه که من یه اینترفیس ابستراکت استریم بنویسم، یه عالمه کلاس ازش ارث ببرم برای استریم های مختلف، میموری استریم، فایل استریم، هرچی. یه راه دیگه شم اینه که من استریم من یه مجموعه از فانکشن پوینتر ها باشه و فانکشن پوینتر توی ست کنم، یه فانکشن پوینتری که مثلا یه فایل میخونه و یه فانکشن پوینتری که توی فایل مینویسه. ولی اون خیلی یه مزیت هایی داره ها، ولی نه بهتر اون کارو نکنم. فعلا من کلاس اینپوت استریم فعلا نمی‌سازم. غالبا اینترفیس هامون اینترفیس های بدی خواهند بود. فعلا هر وقت خواستیم ازشون استفاده کنیم بعد مشکلاتشون رو حل میکنیم. من یه اینپوت استریم میخوام که اینپوت استریم پایه ترین کاری که میکنه چیه؟ پایه ترین کاری که میکنه که میخونه دیگه، درسته؟ یه ده بایت میخونه. پس میگم نیمسپیس اینپوت، نیمسپیس استریم درست کنم. چرا نیمسپیس استریم درست کردیم؟ من که اسمیم نذارم اینپوت استریم، بذارم اینپوت. برای اینکه یه سری کار اینجوری میخوام بکنم، مثلا using، آها اینجا یه دونه هست include میخوام بکنم blacknot/common داشتیم. آره using size مساوی سایزمون چیه؟
اینا رو خودم چیز کردم، نه خودم این شکلی بود یا این شکلی بود؟ آره این شکلی بود. درسته. چرا اسرتاشو کجا نوشتم من؟ تو سی پی پی این نوشتم، تو تایپ سی پی پی اسرتاشو نوشتم. آره خب اوکی خیلی رد شد. استریم سایز من i64، من میخوام بخونم، میگم i64 read buffer types. حالا که تا اینجا آمدم یه تایپ struct buffer که توش یه byte star data یه حالا که دارم کار میکنم i64 سایز داره، کانستراکتورم واسش نمی نویسم چون اوکیه با همین اشتباه میشن دیگه، پس بهتره کانستراکتورش واسش پوتر و مساوی صفر. فقط برای اینکه یه چیز داشته باشم، اینم اینجا برم میدارم، چه احتیاج به اکسپلیسیت نوشتن این نیست. رید کن i64 اگه نوشته بودم، رید کن بافر بافر این مساوی صفر و ویرچوال. بول ارور EOF و حالا خیلی نمیخوام اینترفیس رو پیچیده کنم دیگه. چی داریم تو input stream؟ skip داریم. EOF هم این به اون میگه دیگه که به تهش رسیدیم یا نه، اونم به اون میگه وقتی نتونستیم بخونیم ارور اتفاق افتاد، یه چیزی شد. بعد بازه بسته کردن استریم رو این مهندل میکنه، نه اون که از این ارث میبره خودش بازه بسته کردنش باید بلد باشه دیگه. نهاد برش بنویسی که پیادش کنه؟ نه اون که بالاخره یه جور پیادش میکنه دیگه، کانستراکتور و دیستراکتور رو بالاخره باید بنویسه دیگه. ولی کانستراکتورش رو اتفاق میفته؟ آره. ولی بد نیستش که دیستراکتورم رو اینجا بنویسم. آره دیگه که من روز دیستراکتور بنویسه برای نه که من دیستراکتورم ویرچواله که وقتی اون دستراکتورش فراخوانی میشه مال منم، یعنی وقتی مال من فراخوانی میشه مال اون به جای من فراخوانی بشه وقتی کسی رو اینترفیسش. حالا مهم نیست. read نه virtual i64 skip i64 relative offset. نه ها برامت بری که ریلیتیو باشه یا ابسولوت باشه؟ نه ببین اینپوت استریمامون لزومن، ببین در تئوری اینپوت استریمامون لزومن سپورت نمی کنن که برگردی اولشون یا حتی روشون چیز کنی.
همین اسکیپ کردن رو ممکنه ساپورت نکنن. استریم اون مثلا فرض کن استریم اون از کیبورد داره میخونه، چجوری میخواد اسکیپ کنه مثلا، یا چجوری میخواد برگرده عقب؟ همه رو باید بافر کرده باشه. ولی خب به هر حال تایم ترافل اول احترام میکنم، تایم ترافل اول میره عقب، میره اونجا. رو همین اسکیپ هم من یه ذره شک دارم، ممکنه مثلا اینو بخوایم به صورت سیک پیاده کنیم. یا مثلا تل داشته باشیم. سرچ مرچانی که نمیکنه، فقط دیتا رو میدونست. آره آره اصلا اینا رو آیا باید داشته باشیم یا نه، من خیلی روشون مطمئن نیستم. خب بافرمون هم بای دیزاین اینجوری که به صورت بای یعنی ولیو پس میشه این برمبر، چون هیچی توش نیست، یه پوینتر و یه دونه سایز. چیزی هم که برمیگردیم از ری تعداد بایت هایی که خوندیم باز واضح باید باشه قاعدتا. این اینترفیس اینپوت همونه، حالا اینترفیس آوتپوت آیا میخواییم یا نه؟ بزن اینترفیس آوتپوت هم بنویسیم دیگه. اینا برای سینکرونوس دیگه، اگه ایسینکرونوس بخوایم کاری بکنیم این شکلی نمیشه دیگه، باید یه جور دیگه برخورد کنیم با موضوع، ولی فعلا فقط سینکرونوس. ایرور ای او اف نداریم. آوتپوت چیکار میکنه؟ آوتپوت استریم دیگه، برای نوشتن استفاده میشه. ایرورمون الان بین اینا مشترکه، یکی بخواد هر دو رو پیاده کنه یه ذره جالب میشه. خب این استریممون حالا مثلا برای این که برای خنده هم که شده موقع کامپایلر هم ارور میده نه؟ دوتا اینترفیس رو با هم توی کلاس نه کجا فهم پس مال کدوم؟ چی مال کدوم؟ اون مثلا اروره اونجا مشکلی نیست، هر دور داره ارور رایت میکنه دیگه. مشکل وقتی پیش میاد که یه پرنت، یعنی این اینپوت استریم و آوتپوت استریم هم باز یه پرنت مشترک داشته باشن. مثلا این فانکشن ارور اگه توی به عنوان استریم بیس مثلا یه همچین فانکشنی میداد، یه همچین کلاسی میداشتن و اون یه فانکشن ارور میداد، یه متد ارور داشت، بعد هم اینپوت هم آوتپوت از اون ارث میبردن، بعد یه کلاس دیگه میخواست هم از اینپوت ارث ببره هم از آوتپوت ارث ببره، اینجوری یه دایموند شیپی میشد که اونم راه داره ها، ویرچوال لادرز ببری یه جور خاصیه. حالا وارد اون مشکلات نمیشیم، هر وقت بهشون برخورد کردیم حلشون میکنیم، ولی خب فعلا نگرانشون نباشیم، اون شیگرای خیلی خوشم نمیاد. خب اولین استریممون چیه؟ فایل اینپوت استریم مثلا، فایل اینپوت مثلا. حالا مموری رو بذار بنویسم ها، مموری بهتر یا فایل؟ اگه فایل نمیری تو مموری بعدش برای فاصله ها؟ نه استریمی که بهشون نگاه میکنی، یعنی چی؟ فایل که باز میکنی مگه دیتاشو که نمیشه صاف بخونی، حالا بره تو مموری بس تو مموری بخونی دیگه. باشه ولی ای پی آیمون که این شکلی نیست، تو در تئوری چرا یه بایت یه بایت هم میتونی از فایل بخونی؟ حالا اینکه سیستم عامل داره چجوری با هارد دیسک صحبت میکنه و چقدر دیتا میاره و چقدر میبره به من ربطی نداره، من دارم یه بایت یه بایت میخونم. البته فانکشن های استاندارد C و C++ مثل اف رید اف رایت این چیزا اینا همه بافری کار میکنن، بافردن، ولی رید رایت اوپن اونا یه جور دیگه. یه سری فانکشن ها تو سی داریم، توی سی نیستن، تو POSIX هستن، تو اینترفیس های POSIX هست که اونا بافرد نیستن. حالا مشکلمون نیست. کلاس memory stream memory
کانال تو نیمسپیس استریمه دیگه. و این از کیارس میبره، از مموریش دلیل نداره که رید اونلی باشه. چرا دلیل داره؟ حالا بذاری ذره سادش کنم. از اینپوت ارس ببر، پابلیک اینپوت درسته. پرایوت، برای دیتای پرایوت این مموری اینپوتمون چیه؟ دیتا پرایوتش بذار استراکتورش هیچ کاری نمی کنیم. کانستراکتورش مموری اینپوت، کانستراکتورش چی لازم داره؟ اینجا به جای صفر نیستیم override، داریم override می کنیم پرنتشو. مموری بافر مموری اینپوت چجوری کار میکنه اصلا چیه؟ من ایریای مموری رو میگیرم میگم مثل استریم باش برخورد کن. استریم چه فرقی داره با یه بافر معمولی حافظه؟ فرق اصلی استریم میگفتی این بودش که روش مثلا آبشاره، یه طرف هست دیتا فقط خونده میشه میاد. فرق اصلی استریم من کار میکنم اینجور نبود، البته عقب جلو اینا میکنم. عقب جلو که میتونی بکنی. ولی فرق استریم و مموری رو پرسیدی؟ مموری تو مستقیم میتونی بخونی صاف، ولی استریمه یه واسطیه بین مثلا یه میدیایی که ببین نه دیگه میدونی. فرق اصلیشون واقعا اینه که استریم میدونه کجاست، یعنی یه مفهوم یه چیزی شبیه کرسر داره انگار، یعنی میدونه الان کجاست. تو میگی خب دو بایت دیگه بخون، پنج بایت دیگه بخون. مموری رندوم اکسس، مموری خوبیش اینه که رندوم اکسس دیگه، ولی به هر حال یه استیت اضافی باید باشه. یعنی چی الان؟ چرا سوال من برمیگردین به خودم داره بزن؟ یعنی خوبیه مموری اینه که رندوم اکسس. نه وقتی تو میخوای به وقتی میخوای با مموری به صورت استریم برخورد کنی، یه دونه آفست، یه دونه این که کجاشی بهش اضافه میکنی. همین وقتی بافر مموری داری، بافر ام بافر و فقط یه دونه آی 64 ام پوزیشن میخواد، همین که کجا ملا. و به عنوان پارامتر کانستراکتورم این اکسپلیسیت یه دونه بافر بهش پاس میدم. حالا اینو پیاده سازیشو بذار اینجا انجام ندم یا همینجا انجام بدم. بذار اینا رو این لاین انجام بدم چون Yes, sir.
اپتیتو نمیخواد بنویسم، ویرچوال هم نمیخواد بنویسم، اوورراید هم نمیخواد. That's my note. و اینجا فقط memory input و read. من که میخوام این لاین باشه، این مموری استریم من نمیخوام کند باشه، اوورهد و فانکشن کال و این چیزا توش، نه میخوام این لاین باشن، اونقدر مهم نیست. و از طرف هم نمیخوام اینترفیس هم رو زشت کنه، به خاطر همین بیرون مینویسم. خب کانستراکتورش چی کار باید میکرد؟ کانستراکتورش میگفت ام بافر رو به بافر انشالایز کن، احتمالاً if not شین پی تی آر نش، عادت کردم از کدای چیز نداشتم، کدای بی کی ان تی پی تی آر ولیده بافر دات دیتا، اگر نال بود این مطمئن شو که بذار این کارو بکنم، بذار assert کنم که هر دوش bknt استاتیک نه assert که mbuffer.data مساوی نال پی تی آر اند ام بافر دات سایز مساوی صفره، یا یعنی اگر اون نال بود حتما سایز هم باید صفر باشه حتما، یا چی یام که چرا سوس میکنم یه راه بهتری برای این نوشتنی وجود دارم، ریتا مخالف نال پوینتر. میدونی چی میخوام بگم دیگه، شرطم اینه که اگر اون پوینتر نال بود سایز حتما باید صفر باشه دیگه. دومش چیه که نال نبود اوکی دیگه، اثرت فایر نشه، چون بالاخره گاهی وقتا هست که بافری میفرستیم که نال نیست دیگه، ولی مهم نیست اونجا اگه بافر نال نباشه مهم نیست سایز صفر یا نیست، شاید من یه پوینتری میخوام بدم ولی میگم سایز صفر، اون مهم نیست. خب توی این کار دقت کن که من صاحب مموری نیستم، صاحب مموری من نیستم، من فقط یه استریمم که روی حافظه تعریف شده، نه الوکیت میکنم نه آزاد میکنم نه کپی میکنم نه هیچ، این کارا رو نمیکنم، صاحب مموری من نیستم. پس تو استراکتور هیچ کاری لازم نیست انجام بدم، ارور میگم همیشه ریترن کن فالس، مثلا میتونستم اینو ریترن کنم، ریترن کن نات این در واقع فکر کنم اوکی یا تونتون ارور میدونیم ایو اف کی برمیگردونم، کی رسیدم ته این کودم که سایزمون برابر گارد پوزیشن هم باشه، ببین یه پوزیشن دارم آره یه سایز دارم، اگر پوزیشن من بزرگتر مساوی سایز باشه یعنی که ایو اف دیگه درسته، پس میگم ریترن کن. نه حالا که رد شدم رفتم اینجا که کاری براش نمیتونم بکنم درسته، تو ایو اف کاری نمیتونم بکنم، حتما تو رید اشتباه کردم دیگه، اگه سیک دارم تو سیک اشتباه کردم، ولی تو ایو اف حداقل اونجا میتونم بگم ته ورودی نخون دیگه، حداقل این کارو میتونم بکنم دیگه، یه کمی دیفنسیو پروگرامینگ این نیست واقعا، ولی خب اینم میتونی اینجا قور بزنی که یه جای دیگه مشکلی هست، خب اونجا قور میزنم اونجا قور میزنم اونجا شاید نفهمی چرا نفهمی جلوشو بگیریم، نه ربطی نداره، یعنی چی اونجا حتما میفهمی
ببین، یا یه کسی داره مموری پروتکشن همه چی رو میزنه کنار و مثلا از توی دیتا های دست توی آبجکت دیگه میاد اینجا، مثلا آفست منو به زور میبره، پوزیشن منو ست میکنه به یه عدد بزرگ، یا همین که از طرف فانکشن های خود من داره این کار انجام میده، یعنی کد من باگ داره که من تو اون فانکشن های دیگه هم حتما اینو چک میکنم. ولی اگه دستش رو از تو حافظه بیاره و این عدد پوزیشن منو بگیره بذاره سه برابر سایز من، خیلی فایده نداره من تو ایف فور بزنم، چون احتمالش خیلی کم که دقیقا این اتفاق بیفته، هزار چیز دیگه ممکن تو حافظه عوض بشه. وقت هر دیتای رو میخوام بخونم همیشه باید بررسیش کنم وقتی یعنی در واقع مشکل خیلی بزرگتری دارم. اگر ام پوزیشن بزرگتر مساوی ام بافر دات سایز بود، بگو تف چیز موقع رید پوزیشن با مضارب سایز حرکت میکنه؟ نه با مضارب یک حرکت میکنه. پوزیشن بایت، بایت آفسته. میگم اونم یک هاشون یکی نباشه. ببین من اینجا تل رو هم میتونم بذارم، تل رو بذارم، نه بذار تل رو هم بذارم، نه بایت واحدم اونجا. خب تل چجوریه؟ ریترن کن امپوتش. یه انتخابی که میتونم بکنم این که بافرم واقعا 64 بیتی نباشه آدرسش، آفستش، آدرسش نه آفستش. دیگه یه موقعی شاید یه چیزی بیشتر از 4 گیگ لازم داشته. خب حالا رید چجوری کار میکنه؟ باز از میشه مموریه دیگه، یه جایی تو حافظه است. خب کرسر رو ست میکنین کجاست؟ کرسر دارین دیگه، کرسر اضافه کنین پوزیشن. آره ام پوزیشن کرسر بود. بعد میخونیم نه ببین به من گفته به این اندازه بخون، این بافره یه پوینتر داده گفته بریز اونجا و این قدم بایت بخون. اولین کاری که باید بکنم اینه که ببینم مثلا اونقدر میتونم بخونم نمیتونم بخونم چی شده. درسته پلیسی اینه که اونقدر که میتونی بخونی رو بخونی. آره آره اونقدر نمیتونی بخونی نه، اونقدر که میتونم بخونم اون میخونم. سوال بعد مقدار بافر رو با مقدار واقعیش تبدیل کنیم دیگه. چقدر جا داریم؟ چقدر جا داریم؟ آره چیزی که من برمیگردونم تعداد بایتی که خوندیم. آره تعداد بایتی که خوندمه، ولی میگم آی 64 بی مساوی است با چی؟ مینیموم سایز و اون چیزی که به من گفته بخون و اونقدری که من میتونم بخونم. آره درسته. یک کرسر هست تا تهش. آره بذار در واقع اینجوریه دیگه، از ته تا اون، یعنی ام بافر دات سایز منهای ام پوزیشن. ولی این ممکنه عدد منفی باشه دیگه، اگر این امپوزیشن نباید این بگیره. نه دیگه امپوزیشن داخلی خودش داره، خاصیت استریم اینه که میدونه کجاست الان تا کجا خونده. به مموری رندوم اکسس دیگه، به خاطر همین حتی همه چی الان رندوم اکسس دیگه، خیلی چیزای کمی تو دنیا باقی موندن که واقعا سیکونشال اکسس. البته مموری ظاهرا رندوم اکسس هست. تیپ های بانک ملی. آره تیپ های بانک ملی. خب این ممکنه منفی بشه دیگه، ممکنه پوزیشن من زده باشه بیرون از اون ته، برای همین یه کمی من باز دیفنسیو میگم مکس صفر. این مورد منفیه. چرا این کار رو اسرت نمی کنی اولش؟ چرا اسرت کنم؟ چرا کرش کنم؟ قبول دارم که نشان دهنده باگه ها، لعنت بر تو
تو و من شکلیه ال آی ال ال همش دفعه با هم رفت. خب صفر لانگ لانگ یعنی؟ آره ببین مکسومینو من خیلی بد من یه جوری نوشتم مکسومینو مکسومینو من میتونستم مکسومینو من یه جوری نوشتم که وقتی پارامترش تایپ های مختلف باشن کار نمی کنه دیگه یعنی ambiguous میشه ببین چون اینجا هم میتونه این تو تبدیل کنه به لانگ لانگ مثلا در واقع با این تو لانگ لانگ نمیتونه این دومی لانگ لانگ دیگه نه لانگ لانگ نمیتونه به این تبدیل کنه ولی خب این کارم نمیکنه دیگه چون میگه بذار این رو نباید کس کنه به بالا کس به بالا اسمش درسته بهش میگن واید کردن اینو باید یه بررسی در موردش بکنیم این حالا یه خب آه این من فهمیدم مشکل کجاست مشکل تو اون فانکشن این است خب method with override specifier override did not override it. آره میگه چرا این چی override کردی آه تو output من گذاشتم اینو خب output حالا tell میخواد یا نه کاری ندارم ولی خوبه ببین خاصیت override اینه دیگه الان اگه override رو نذاشته بودم یه فانکشنی درست میشد به اسم tell ولی تو بیسش نبود اصلا تو بیس نبود آره ولی ممکن بود هایدم حتی هاید در چه شرایطی میتونست هایدم بکنه هاید بکنه سی وارنینگ میده سی پلاس پلاس منظورته سی پلاس پلاس نه در یه شرایطی ممکنه وارنینگ بده ولی تو این شرایط نه که هاید هاید کردن عجیبی اتفاق میفته یعنی وقتی که باعث کامپایل ارور میشه یعنی که فانکشن رو برداری همه چی اوکیه مثلا پرنتت یه فانکشنی داره که پارامتر دابل میگیره و تو یه فانکشنی با همون اسم نوشتی که پارامتر اینت میگیری بعد تو با یه دابل اگه صداش بزنی چون این اسمی پرنتشو هاید میکنه یه داستانی داره دیگه اسمی پرنتشو هاید میکنه ولی خودش دابل نمیه حالا دابل اینت هم تبدیل میشن ولی فرض کن نمیشد اسمی پرنتشو هاید میکنه ولی پارامتری واقعا اون چیزی که تو بهش دادی رو نمیگیره به خاطر همین کامپایل ارور میده اگه اون فانکشن رو برداری یعنی کد کم یعنی فانکشن رو اصلا وجودش رو حذف کنی از تو چایل همون مال پرنتر ارث میبره و داره و اوکی همه چی حالا در این شرط خاصی اینجوری که توصیف کردم خیلی واضح نبود حرفی که الان داره میزنه در واقع اروری که الان داره میده اینه که max is ambiguous بین چی و چی ambiguous این که حالا هیچی v unreference formal parameter ایش که من رو دوست نداشم خب متاسفانه این به خاطر اون استفاده ای که کردیم و بول و این تو ویژوال استودیو دیگه این تو با بول میگه وقتی مقایسه کنی آن سیفه نمیدونم چرا خب مموری method with override specifier هیچی error const template parameter t is ambiguous آها ببین کاری به فعلا آپکست و داونکست و این چیزا نداره میگه این تیه رو تو دوشتی مکس تی و تی بعد یه تی اینت پاس دادی یه تی لانگ لانگ بالاخره کدومشه تی آره کود بی آی 64 کود بی اینت خب بعد این چرا اونا رو تی و تی نوشتی مکس رو باشه. اگه تی و یو می نوشتم بعد مقدار برگشتش چی می شد تایپ برگشتش چی می شد بعد چیز می کرد دیگه عملگر مساویشون چی بوده نه مساوی نیست آخه مکس و مین با کوچکتر کار می کنم بعد کوچکتر بول برمیگردونه من یکی از این دوتا رو باید برگردونم درسته اگه این کوچکتر از اون باشه تی رو مثلا تو مین درسته بعد تایپ فانکشن نمیتونه دو تا چیز مختلف باشه بعضی وقت تی باشه بعضی وقت یو باشه یکیشو باید برگردونم به هر حال من میتونستم مکس و مینو سه تایپه بنویسم یه تایپ برگشتی یه تایپ ورودی یه تایپ ورودی اولی تایپ ورودی دوم سه تایپه میتونستم بنویسم ولی اون وقت باید هر وقت میخواستم مکس و مین استفاده کنم اکسپلیسیت بهش تایپ خروجیشو حداقل میدادم حداقل اگه ورودیش لازم نبود بدم انگار یه کستم اونجا اضافی داشتم یه بول برگردون در جواب مکس مثلا مثلا من میتونستم این کارو بکنم خروجی رو هر چی بود کست کن به بول
نه بول که نه، مثلا میخواستم میگم من یه اینت بهت پاس دادم با یه لانگ لانگ تو فلوت برگردون، نه میتونستم شکم این کار بکن، یه اینت دارم بهت میدم یه لانگ لانگ میدم تو فلوت بده، مثلا یه کست اضافی هم میکرد دیگه، ولی اونجوری استفاده ازش سخت میشد. برای همین کار درست اینه که من دیگه، من خودم بهش اکسپلیسیت گفتم فلوت بده دیگه، میتونستم میگم دابل بده، میتونستم میگم لانگ لانگ بده، ولی اون وقت باید همیشه اکسپلیسیت میگفتم بهش که چی بده. برای همین من ترجمه میدم اینجا این کار رو بکنم، یا اینجا میتونم اکسپلیسیت بنویسم حالا اون تیه چیه، مثلا بنویسم آی 64 و این یه صفر خالی بذارم. اینجا دیگه اکسپلیسیت نوشتم که تی چیه دیگه، تی آی 64 و هیچ مشکلی هم نداره که این صفر رو به آی 64 آب کست، یعنی وایدن کنه به آی 64. خب این بی، این بایت تعداد بایت هاییه که من میتونم اینجا یه اسرت بذارم، بگم بی کی ان تی اسرت کن. آو یه کار خفن میخواستم توی استریم هم بکنم نکردم، چرا حالا بذارم، نه نه تو استریم هم نمی کنم. بی کی ان تی اسرت کن که ام پوزیشن کوچکتر مساویم، مساویم اوکی دیگه، چون پوزیشن ممکن است تش زده باشه، یعنی رو تش وایساده باشه تموم شده باشه. بافر دات سایز میتونم اینو اسرت بکنم، اسرت خوبی شاید نیست، هیچ وقت این اتفاق نمیفته، من موظفم که هیچ وقت این اتفاق نیفته. چرا اصلا بایت به بایت میخونی؟ بایت به بایت که نمیخونم، حالا میبینی بی تعداد بایت هایی که الان میخوام بخونم، خب تعداد بایت هایی که اصلا هیچ وقت اتفاق نمیفته، خب مگر اینکه واقعا یکی رو حافظه یه چیزی بنویسش تصادفاً که اون به دردمون نمیخوره، اون اثرت کمکی بهمون نمیکنه، مشکل های خیلی بزرگتری داریم، احتمالی که اون به اون رو همون دیتا های بنویسه که ما روش اثرت گذاشتیم خیلی کم، چون روی عالم دیتا اثرت نذاشتیم، یه عالم دیتا دیگه، یه عالم آبجکت دیگه هست. خب من بی بایت میخوام بخونم، به این خوندن من یعنی که از این حافظه کپی کن تو اون حافظه دیگه، درسته؟ من یه مم کپی لازم دارم، مم کپی لازم دارم و مم کپی رو من اشکال ندار استفاده کنم مم کپی رو دیگه، مم کپی تو هدر استیدی لیبه فکر میکنم، تو سی استرینگ، تو سی استرینگ هم هست، نه میز که فقط تو سی استرینگ، خب اوکی تو سی استرینگ. مم کپی معمولا پیاده سازیاش خیلی آپتیمایز شده و خیلی خفنه، برنامه های یه عالم از زندگیشون رو صرف مم کپی آخه میکنن. نمیدونم تو فایل دیگه اینجا رو فاصله گذاشتم. خب مم کپی کنم چی؟ دستینیشنش کجاست؟ دستینیشنش هست بافر دات دیتا، اینم هم باید همون چیزه رو راستی بنویسم، اثر تر توش باید بنویسم، یا اثرت نکنم اینجا بگم اگر not bknt ptr is valid، اثرت bknt ptr valid، اتفاقی افتاده ptr valid buffer dot data، اگر اینجوری بود چرا کن return کن صفر، هیچی نخو اگه پوینترش ولید نبود. حالا مم کپی کن buffer و دیتا، تو این شرایط لاگ این چیزی نمیدی؟ چرا لاگ بدم اینجا؟ اونی که صدا کرده بفهمی که داری چیزی رو میخونی کسان، اونی که صدا کرده ببینه داره پاس میده، هیچی نخون دیگه، خونده نشد، وظیفه من اصلا نیست اینجا، یعنی چی لاگ بدم؟ اگه تو لاگ سیستمم از این خواستم استفاده کنم چی؟ نه اینجا جای لاگ دادن نیست، این خیلی لو لول، خیلی لاگ دادن. خب بافر دیتا سورسمون کجاست؟ از کجا میخوایم بخونیم؟ بافر نه ام بافر
بذار اسمی رو بذارم تست باف که یه زرد اشتباه نشون. buffer dot data به اضافه position اینم سورسمون چند بایت؟ بی بایت درسته؟ خب حالا position به اضافه مساوی است با بی و return کن بی. این دو نقطه که الان مکافی گذاشتی برای من که به سی استرینگ هم هست میشه؟ نه یعنی تو نیم اسپیس گلوبال، تو نیم اسپیس گلوبال دیگه، یعنی که خود یه من کپی نوشتی اینو نیست. نه حالا خیلی مهم نیست، اینو اینجوری می نویسم، یعنی من دارم از یه لایبرری فانکشن استاندارد عجیب دارم استفاده می کنم که ببینم برای دیدن بیشتر. تا حالا برای مم کپی فانکشن بیازاری، ولی مثلا فانکشن ویندوزی یا پلتفرم دیپندنت یا این چیزا اگه استفاده کنم، کلا فانکشنی که نباید تو کدم باشه، ممکنه تو این لایه های پایین باشه ها، ولی تلم که نوشتم الان این مموری باف مموری این مموری فلانمونه مموری اینپوت بافرمونه، مموری آوتپوت هم خب کاری نداره، اونم میتونیم بنویسیم ولی خب خیلی جالب نیست. فایل اینپوت چی؟ فایل اینپوت این دیگه بافر نمیگیره، بعد تصمیم بگیریم چی میخواد بگیره. اینا هم که اوورراید داره میکنه از پرنتش. آره ولی اینا دیگه اینلاین نیستن، اینا رو مثل آدم پیاده سازی میکنه. چی بگیریم برای فارم؟ اولا دیتا توش چی داریم؟ یه هندل به اون فایلمون داریم دیگه، درسته؟ فایل پوینتر ام فایل دیگه چی؟ فایل کیبورده؟ نه این فایل تو چیزه تو استدی آی اوه عملی میاد. بلد نیستم در واقع، جزء چیزام نیست، جزء اسکیلایی که دم دستم باشه نیست. بعدش فکر کنم بر همین اینجوری راحت‌تر. خب چی حالا؟ هندل به اون فایل خود اون فایل همه اینا رو داره دیگه. ازش میتونیم بپرسیم تو کجایی، میتونیم اسکیپ کنیم، ببریم جلو بیاریم، عقب همه این کارا رو میتونیم بکنیم. توش. بذار اینو بذار چند تا فانکشن دیگه واسش بذارم. نه این مموری اینپوت رو دارم عوض میکنم، حواسم نیست. سیک حالا اگه لازم شد مینویسم، چرا هی میخوام. کلا اوکی. فایل اینپوت استریم سی پی پی تو نیم اسپیس استریم. حالا بذار این رو بنویسم بعد نیم اسپیس استریم و
فقط توی فایل اینپوت آینه مساوی نال پوتر قرار میدم. کانستراکتورش احتمالاً یه همچین چیزی میخواد. آره دیگه، چیز دیگه یه هم که نمیخواد. میگم که ام فایل هست، اف اوپنه، به همون طبق همون چیز بود اف اوپن، همینجور بنویسم اف اوپنه فایل پاث و مود من هست آر بی. دستراکتورش اف کلوز کلوز ام فایل و ام حالا فقط برای مهم نیست. تو ارور میگم ریترن کن BKNTPTR ولیده، ام فایل تو ای او اف تو ارور اند نات نه اف ارور اور نات اینو بگیر نات این اور اگه این ولید بود همونجا ترو برمیگردونه و تمام میشه. اگه این ولید باشه پوینترش نال باشه همونجا ترو برمیگرد تمام میشه. اگر نه اف ارور ام فایل. حالا این فکر کنم اف ارور وقتی که اف ارور نان زیرو ولی ریتون ایجاز که ارور اینی که ستریم ست. خیلی خوب، پس اگر این اگر صفر مخالف این بود ای او اف او این همین ریترن کن صفر. اگر نال بود پوینتره در جا ترو برگردون بگو فایل تموم شده، وگرنه اف ای او اف ام فایل. فقط این مثل فایل های عادیه دیگه، تا وقتی ازش نخونی نمیفهمی، یعنی فایل خالی باشه و ازش نخونده باشی نمیدونی به تهش رسیدی. بذار تلو من بنویسم، ریترن کن اف تل BKNTPTR ولیده ام فایل. اگه پوینترش ولید بود افتل ام فایل رو برگردون، وگرنه صفر برگردون. خوندن if not BKNTPTR ولیده ام فایل. ارور و اینا رو میتونم چک کنم. حالا بر اگر ریترن کن صف فریچ برمیگردونه سایستی برمیگردونه سایستی آر مساویس با افرید، افرید بافر هست، بذار اسمشو همون دست بافر بذارم مثل این یکی or not BKNTPTR valid dest buff dot data صفر گردون. خب افیت کن تو این دات دیتا ویربول element سایزمون یه بایت، element countمون dest buff dot
سایز این سایزه باید کوچکتر صفر بودنش هم چک کنم. بذار برای بافر یه فانکشن کوچولو بذارم. تایپ 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 بستم. چه بستمش آزار دارم مگه. تایپس این تایپس بول ولید کانست کی میگیم به بافر ولیده؟ ریترن کن bknt_ptr ولیده دیتا and سایز بزرگتر از صفر. شاید ولید کلمه خوبی نباشه. سایز چون منفی هم میتونه باشه دیگه با این تایپی که ما گرفتیم. آره به جای ولید بذارم چی؟ وایبله مثلا میشه توش دیتا تپون. حالا فعلا ولید. چی؟ آخه ردی آن غیر ردی نمیشه. خب پس من یه سری از این چکامو میتونم به جاش ولید بذارم که منطقی هم هست، چون حالا که فکرشو میکنم میبینم که if not destbuff.valid return کن، چون اینجا اگه سایزش منفی باشه محاسبات من یه ذره غلط میشه. خیلی نه ولی چرا شد غلط میشه. اینجا نمیتونم از ولید استفاده کنم. ها یه شرط دوم اینجا داره. شرط دوم اینه که سایزش بزرگتر از صفر باشه. and mbuffer.size بزرگتر از صفر. اگه دیت بزرگتر مساوی صفر. اگه دیت همون نال نباشه سایزمون میتونه صفر باشه هنوز. اوکی هست. حالا اینجا اگر فایل نال بود یا دیتا وقتی نال نیست سایز صفر باشه، یعنی که پوینتر دارم سایز هم مثلا از نتیجه محاسبه اومده، مثلا دیتا چقدر دیگه بخونم، مثلا دو تا عدد هستم کم کردم به این نتیجه رسیدم که صفر بایت لازمه بخونم، همونو مستقیم پاس میدم به این فانکشنه یا به این استریم یا هرچی صفر بایت دیگه اشکال نداره، پوینتر دارم ولی توش بیچی دیتا بعد صفر بایت دیگه میخوام ازش بخونم یا صفر بایت دیگه جا داره یا هرچی، گناه نیست به هر حال. فایل اند اور نات دسباف دات ولید همونجا صفر برگردون دیگه، بگو چی نتونستم بخونم. غیر این بود به تعداد انقدر سایز از چه استریمی از ام فایل بخون و افرید اگر خاطر من درست باشه که نیست قطعا افرید ها بازه ها این بغل بود. خب if read return value total number of sex read okay if this number differs from the count parameter either reading or end of file in both cases the proper indicator set okay. خب پس اون بغلش درسته، count is 0 the function is 0 okay. این چیز دیگه unsigned پس منفی نمیتونه باشه. یه کاری که من یه آکروباتی که الان باید بزنم اینه که ریترن کنم i64 explicitly
فکر میکنم که برای این جلسه تا همینجا بسته. خیلی مسئله سابستانشالی مطرح نشد، خیلی کار خفنی نکردیم، اینا رو تست نکردیم. بسیار اینا دقل بیلد میشه. خب فکر کنم ولید پی تی آر باشه نه؟ آها نه نه تو این هدرش تو هدر تایپس ماکروز رو اینکلود نکردم، ولی تو ماکروز ممکنه تایپ نه اینجا میتونه نه اون که پراگما وانس جلو حلقه رو میگیره، ولی هیچ دلیل نداره که اون بخواد همیشه میشه ریفکتور کرد دیگه. اون ما اون چیزی که هر دو لازم دارن میبرم باز توی هدر دیگه یا میذارم تو کانفیگ یا میذارم بالاتر. اون مساوی اون یه وارنینگ الان داریم، اون وارنینگ توی کد مینمونه در واقع. من تو مین رفت بیرون مین اینجایی که از اینجا اینو کسب اینت بکنم درست میشه، ولی خب میخوام فقط نشون بدم که کار میکنه. اون وارنینگی که داره میده وارنینگ درستی نیست. شاید وارنینگ درستی باشه. این صرف مساوی صرف نه جشی این کسب میشه به ترو یا کسب میشه به یک؟ نه این تروه. این تروه این مقدار بولین میشه دیگه، ولی با یک هم مقایسه تونسته بکنی. آره بول ایمپلیسیتلی کست میشه به اینت، ولی حرفی که داره میزنه همینه، میگه بول تو ایمپلیسیتلی کست کنی به یک به اینت مقایسه کنی با یه اینتجر این یه نمیده. چیز کامپایلر دیپندنت شاید باشه. یه موقعی من یه کامپایلرای یادمه که تروشون یک نبود، تروشون منهای یک بود، یعنی همه بیتاش یک بود، فالس همه بیتاش، یعنی نات بیتی میکردن. آره صفر و یک نبود، صفر و همه بیتا یک بود، اینجوری بود که حالا اگه آنساینت فرضش میکردی میشد بزرگترین عددت، اگه ساینت فرض میکردی میشد منهای یک. یه موقعی من یادمه که اینجوری بود کامپایلر، الان اونجوری نیست، ولی رو این موضوع نباید حساب کنی. من الان دارم اینجا رو اون موضوع حساب میکنم، رو این موضوع حساب میکنم که ترو مقدارش یکه. فکر میکنم تنها چیزی که میتونی حساب کنی که ترو مقدارش غیر صفره، نه رو اینکه مقدارش چیه حساب کنی. برای همینم داره وارنینگ بهم میده، ولی خب حالا خیلی وارنینگ مهم نیست، این کد نهایی نیست، این کد الکیه. فکر میکنم که تا همینجا کافیه. خداحافظ، شب بخیر احتمالا.